همیشه وقتی حرف از خانه‌های عجیب و غریب میشه، ذهن ما به سمت خانه‌های قدیمی میره که در یک شهر دورافتاده، در یک فضای مهالود، بدون هیچ توجهی رها شدن. خانه‌های متروکه‌ای که معلوم نیست چند سال از ساختشون میگذره و کیا توشون زندگی کردن یا زندگی میکنن. خانه‌هایی که میتونن ترسناک باشن یا به قدری عجیب ساخته شده باشن که هر بیننده‌ای دوست داشته باشه بدونه پشت پرده معماری متفاوتشون چه داستان‌هایی وجود داره. حکایت خانه عجیب و غریب تهران هم همینه. خانه‌ای که قبل از انقلاب و با یک معماری به شدت مرموز ساخته شد که بعضی‌ها به اون خانه لقب خانه شیطان دادن. این خونه میتونه همزمان هم جذاب باشه و هم ترسناک. و با ما همراه باشید تا با یکی از عجیب‌ترین خانه‌های ایران در تهران بیشتر آشناتون کنیم. اما قبلش یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای جدید ما دکمه زنگوله کنارش رو فعال کنید. خانه مظفریان، خیابان هرویه تهران. این خانه سه طبقه بر روی زمین و چند طبقه در زیر زمین داره. این تعداد از طبقات اون هم به این شکل یک تصمیم معمولی نبوده. سازنده این بنا برای انتخاب این تعداد طبقه و بعد طراحی ساختمانش هدف خاصی رو در ذهن داشته. این خانه به خانه آدم و حوا هم معروفه. خانه‌ای که ساخته شده تا به نوعی تداعیگر فرود آمدن آدم از بهشت باشه. پیریزی عجیب‌ترین ساختمان تهران از اواسط دهه 50 شمسی شروع شد و تکمیل ساخت بنا تا اواخر این دهه طول کشید. مشخصه که معمار این خانه ذهنیت ویژه و بلند پروازانه ای نسبت به ساختمونش داشته و تا حد زیادی هم تونسته که ایده های درون ذهنش رو اجرایی کنه. این ساختمان به طور مستقیم داستان آدم و حوا و شیطان رو روایت میکنه. با توجه به همین موضوع و اینکه هدف سازنده بنا چی بوده، میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که این خانه سه طبقه چهار طبقه منفی هم خواهد داشت تا نشون دهنده هفت طبقه آسمان باشه. در مورد خانه پر از رمز و راز شمال تهران هزاران داستان عجیب و غریب به گوش میرسه. داستان‌هایی از این که این خونه چرا ساخته شد و ازش چه استفاده هایی میشه. این که این قصه سرایی ها در مورد خانه مظفریان واقعی یا نه رو نمیشه تایید یا رد کرد. اما چیزی که در حقیقت انکار ناپذیره اینه که این خانه در طراحی و معماری المان‌های عجیب و غریب زیادی رو در خودش جای داده که باعث شده جذابیت و هیجان تماشای اون دوچندان بشه و به صورت ناخودآگاه ذهن رو به این سمت ببره که فلسفه ساخت این خانه چی بود. قبل از اینکه بریم به سراغ شایعات و حرف و حدیث های خانه آدم و حوا، بریم ببینیم که در نگاه اول به این خونه چه طرح‌هایی رو میشه دید. به محض اینکه نگاه ما به سردر این خونه بیفته، تصویری از آدم و حوا رو میبینیم که زیر دستان شیطان گیر افتادن و درختان سیب هم اونها رو محاصره کردن. هر انگشت شیطان ماریه که در حال حرکته. دیوارهای پوسته شده ساختمان هم قطعاً آدم رو یاد فیلمهای ترسناکی میندازه. و جدا از این مورد، این شیطان با دو اژدهایی که بر روی شانه داره به خوبی حس و حال ترس رو به بیننده منتقل میکنه. جالبه بدونید که اشعار و عبارات قرآنی و نمادهای مذهبی هم بر ستونها و دیگر قسمتهای بناکار شده. و جالبه که این عبارات روی سردر ورودی ساختمان به صورت برعکس نوشته شده. قارچ‌ها و مجسمه‌های سنگی دیگری هم در حیاط و نمای ساختمان دیده میشه که قطعاً گذاشتن این طرح‌ها هم هدفی به دنبال داشته. در گوشه ی حیاط خانه مجسمه سر یک عقاب بزرگ و در کنارش یک ققنوس به مرموز بودن فضا کمک بسیار زیادی کرده. اگر بخوایم بیشتر به معماری این خانه دقت کنیم، میتونیم ببینیم که آدم و حوا از طبقه هفتم یعنی بهشت با نیرنگ شیطان که در این ساختمان به شکل مار خودش رو به نمایش میذاره از درخت سیبی میچینن
و از بهشت اخراج میشن و اینطور خوردن سیب باعث سقوط اونها به طبقات پایین تر میشه. وجود آیه های قرآنی هم میتونه روایتگر همین داستان باشه. البته باید به این موضوع اشاره کنیم که مجسمه ها و معماری این خانه تا حد زیادی در اجرا موفق نبوده و معمار نتونسته ساخت این بنا رو از حالت آماتور خارج کنه و به نظر میرسه که ساخت این خونه جدا از موضوع مهم و متفاوتش به دست افرادی که حرفه‌ای نبودن ساخته شده. ما در مورد 7 طبقه آسمان در اینجا صحبت کردیم، اما به نقل از یک سری از افراد این خانه تعداد طبقاتش ممکنه بیشتر از اینها باشه. به طوری که گفته میشه خانه مظفریان در اصل 9 طبقه در زیر زمین داره که خالی از سکن است، اما به نظر میرسه تعداد طبقات منفی همون 4 باشه. در این طبقات هم گفته شده سالن اجتماعات وجود داره و همینطور سونا و استخر، و مشخصه که این طبقات کاملا تاریک هستن و با توجه به جو سنگینی که از گوشه و کنار این ساختمان احساس میشه، هر کسی دل و جرأت قدم گذاشتن به طبقات پایینی رو نداره. ظاهراً از 3 طبقه روی زمین هم افرادی در طبقه اول و دوم زندگی میکنن، اما طبقه سوم متروک است. حتی شایعاتی هم وجود داره که یکی از طبقات به دلایل نامعلومی آتش میگیره و به همین دلیل رها میشه. در مورد صاحب خانه هم شایعاتی وجود داره. اینکه این خانه متعلق به یک فراماسونر درجه دار بوده که در خانهش مراسم‌های فراماسونری برگزار می‌کرده. اون قارچ‌های سمت ورودی ساختمان هم از نمادهای معروف شیطان پرستیه که در طراحی ساختمان ازشون استفاده شده. گفته میشه سازنده خانه جواهر فروش بسیار معروفی بوده که بنا به دلایل نامعلومی به قتل میرسه و جسدش رو سال 89 در لواسون پیدا میکنن. البته شاید تمام این روایت ها در مورد این خانه ترسناک درست نباشه و فقط بر اساس نقل قولهایی باشه که دهن به دهن بین مردم چرخیده، اما با وجود تمام این مسائل، این خانه و چهره‌ای که به نمایش گذاشته میتونه همه چیز رو زیر سوال ببره. وجود نوشته های خاص و عجیب و غریبی که بیشتر اونها برعکس حکاکی شدن و همچنین طبقات زیر زمین این خانه که مشخص نیست تعدادشون واقعا چند تاست، هزاران سوال بی جواب رو در ذهن به وجود میاره. متاسفانه تصاویر زیادی از داخل خانه در دسترس نیست، اما بعضی از مردم میگن که هنوز هم افرادی در این مکان رفت و آمد میکنن. خب دوستان عزیز، نظر شما در مورد این خانه ترسناک و اسرارآمیز چیه؟ اگر شما هم گذرتون به این خونه عجیب و غریب افتاده و اون رو از نزدیک دیدید یا اطلاعات بیشتری در موردش دارید، برای ما و دیگر همراهانمون در بخش کامنت ها بنویسید. و اگر این ویدیو رو دوست داشتید، لایک فراموشتون نشه. تا درودی دیگر، بدرود.